درود به همه دوستان عزیز در این نوبت میخوام به بازدید های فیک آقای محمد حسینی بپردازم اگر به دیدن این کلیپ علاقه مندید تا پایان با من همراه باشید بله دوستان عزیز من عرض کنم این رو چندی پیش بودی که از دوستان برای من در تلگرام یک عکسی فرستاد از کانال آقای محمد حسینی و یک توضیحاتی داد من خیلی تعجب کردم یعنی اول باورم نشد چرا دروغ بگم باورم نشد و بعدی خود تحقیق کردم که نه مثل اینکه واقعا درسته این حرفی که این دوست عزیز ما زده بس در رابطه با این موضوع بود که اینها ادعا کرده بودن در کانال تلگرامی خودشون و در سایت خودشون وایس اف ریستارت همچین چیزی اینکه یوتیوب داره ما رو سانسور میکنه و بالغ بر یک میلیون از بازدید کننده های ما رو پاک کرده اینها رو ریخته دور من خیلی تعجب کردم حالا اگر پنج هزار نفر بود ده هزار نفر بود میتونستم بفهمم حالا توضیح میدم داستان از چه قراره ولی یک میلیون دو میلیون خیلی تعداد زیادی یوتیوب به راحتی همچین کار رو نمیتونه بکنه و من حرف این دوست عزیز رو شنیدم این خورو تحقیق و بررسی کردم یک نرم افزاری هم روی حالا کانال من هست به نام تیوب بادی حالا دوستان میدونن که کمک میکنه تو تحلیل داده ها و توی تگ نویسی و هشتگ نویسی کمک میکنه این نرم افزار من از اون کمک میگیرم بعد باهاش کانال آقای محمد حسین رو تحلیل کردم حالا نشون دوستان میدم همه اینها رو بذارید به صورت خیلی خلاصه اینها رو بگم بعد وارد قسمت مستاقش هم میشیم و دیدم به راستی مثل اینکه حذف کردن از ایشون یک تعداد زیادی بازدید کننده یا ویو رو کنار گذاشته یوتیوب و من فکر نمی کنم یوتیوب بتونه به صورت غیر قانونی کارو انجام بده حالا خودشون میگن ما حرفای خیلی خوبی واسه گفتن داریم یوتیوب ما رو سانسور میکنه فیسبوک ما رو سانسور میکنه ولی من دارم به دوستان عزیز عرض میکنم حالا دوستانی که ده ده از این قضاای خبر ندارن آقای محمد حسینی به مفهوم واقعی کلمه چرت و میگه یعنی عراجیف میگه یعنی حرف درست حسابیشون نمیزنه شما فکر کن یه فردی میاد میگه که حالا خورشید از یخه. در یک در یک دنیای موازی دیگر خورشید از یخه این نورش از یخه یخ اینطوری میکنه یه ای آدم سالم که نمیتونه باشه یا داره فیلم بازی میکنه یا دچار توهم شده دیگه. دیگه از این خارج نیست دیگه چی بگیم ما جهان هستی یک بیگ بنگه یعنی یه خورشیدی وجود داره یه دریایی وجود داره اسم این دریا عرشه اسم اون خورشید اللهه میخوره به این دریا حباب تولید میشه هر حباب بیگ بنگ شروع میشه یعنی من قرار چایمو در بیگ بنگ دیگه ای بخورم اونجا چه شکلی آقا اونجا خورشید از یخ تولید شده یعنی نور از یخ میاد بیرون یعنی کره زمین اونجا نورش رو از یخ میگیره آقای دانشمن یخ نور تولید میکنه گیاهان اون کره زمین از یخ کاسپرگاشون تغذیه میکنه خیلی خوشگله بود چارکه تولید میشه تو وارد بعد پنج که میشی میبینی چه خبره اصلا دختراش فرق میکنن پسراش فرق میکنن نه عزیزم انقدر دختر خوشگل در جهان بودی تو هنوز نمیدونی خوشید از یخ باشه چه دختری تولید میکنه هنوز نمیدونی اونجا اصلا همه چیز فرق میکنه من کارم به رو نشون ندارم من بارها گفتم شما چهار سال پنج سال 6 سال بیاین کلیپ توی یوتیوب بذارید توی فیسبوک بذارید یه سری مخاطب پیدا میکنید حالا آقای حسینی هم که معروف بودن یعنی یک شهرتی داشتن وزیران خارج شدن آدم عامی هم نبودن و توی فضای رسانه سالیان سال کار کردن شمانی کردن این قصه کلی حالا بریم که من مستاق نشون دوستان بدم که داستان از چه قراره حالا بخش از کلیپ ایشونم آماده کردم ریستارت 191 کمین اگر درست بگم 190 یادم نیست دقیقا کدوم شماره بود در رابطه با پول صحبت میکنه ایشون که حالا نمیگه ولی خب میخوام نشون دوستان بدم که این فریب کاران رو بشناسیم کاری من طرفدار ایشون ندارم طرفدار ایشون بارها بهشون گفتم شما اگر شهامت دارید اگر جربوزه هست اگر به قولی به حرف درستی در گفتار شما هست میتونیم بیایم بشینیم با هم مناظره کنیم من در محافل شما میام ولی به شرطی که این رو ضبط کنیم که بتونیم به اشتراک بذاریم برای باقی دوستان در فضای کلاب هاوس هم بود یک دو بار با این افراد برخوردم سریع فرار کردن یعنی نموندن که بخوان حرفای من رو بشنم چیزایی میگن آریستوکراسی آریستوکراسی حالا چه بحث میاد که حالا چیه این آریستوکراسی کی گفته آریستوکراسی تو کدوم کتاب از آریستوکراسی صحبت شده اینجا دیگه فرار میکنن دیگه اصطلاحا آمیانه بذاریم بگم فلنگ رو میبندند کوتاه کنم بپردازیم به مبحث اصلی بله دوستان چیزی که میبینید اینجا کانال آقای محمد حسینی است کانال ایشونه و من اینجا با اون برنامه که گفتم تیوب بادی یه تحلیلی کردم اینجا رو که ببینیم وضعیت به چه صورت این خط آبی که دارید می‌بینید وضعیت کانال من نوشته یو این قرمز دم که اونها میشه یعنی آقای حسینی اگر توجه کنید ببینید دوستان چقدر این خط بالا پایین میشه خب خیلی بالا پایین میشه یه خب خورده این قضیه مشکوکه واسه من تو یه رنج خاصی کار میکنه آخه من یک سال دارم فعالیت میکنم فکر کنم یک سال دو ماه باشه کاملا بازدید بازدیدهای من توتال لایف تایم یعنی زمانی که کانال رو تاسیس کرده تا به امروز این برنامه داره میگه 7 میلیون و هزار نفر و توی سی روز گذشته هم 135 کا یا 135 هزار نفر بازدید داشته که اینجا 135 دوباره بریم توی اباتش نگاه کنیم اینجام همون رو نوشته 7 میلیون و هزار نفر حالا 5 هزار نفر اختلاف هست بین یوتیوب و برنامه تیوب بادی از سال 2011 ایشون فعالیت میکنه این کانال ایشونه مبحث دیگری که هست این دوستان توی مبحث سابسکرایب خب اینجا نگاه کنید بیارم روی سابسکرایب بینید دوستان این خیلی بالا پایین شده مثلا 15 تا 14 تا 12 تا 13 تا برو بالا بیا تا 25 تا از اینجا 20 تا سابسکرایب میگیره ایشون از 18 اکتبر هیچی نمیگیره تا میرسیم به 21 اکتبر که امروز باشه بازم هیچی هیچی نگرفته واسه من پیش میاد سه تا پنجتا تا تا بعض وقتا بالا هم میره در اینجا اینها باید برن خریداری کنن چون دیگه منحنی داره رو به پایین میاد البته این رو عرض کنم که این دلیل قانع کننده نیست تا اینجا یعنی تیوب بادی اطلاعات دقیق به من نمیده گفتم کاری ندارم فقط خواستم کانال اینشون رو نشون بدم تا بریم سر مپس اصلی چیزی که خودشون بیرون دادن این تایید شده خودشونه این سایت ایشونه سایت voiceofrestart.com حذف یک میلیون نفر از تعداد بازدید کنندگان کانال لیدر ریستارت توسط یوتیوب عکس سانسور هم گذاشتن در دهن ما رو بستن بعد نوشته دو ضربه در دو میشود منهای یازده یوتیوب در یک حرکت ناجوان مردانه امروز یک میلیون و صد هزار نفر از تعداد بازدید کنندگان را حذف کرد این رو ببینید دوستان این غالب شایدتون باشه 23 8 2021 منفی سی تا خوردن اینا یعنی ایشون ده میلیون بازدید کننده داشته تو کل این مدتی که داره فعالیت میکنه منفی ۳ تا حذف شده بعد میان 24 روز بعدش منفی 69 تا بعد هیچی 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 همش مثبته ایشون بازدید میگیره بازدید میگیره بازدید میگیره تا میایم اینجا توی دو نو میشه منفی یک میلیون و صد و شست و سه هزار نفر که خودشون اینجا میان اعتراف میکنن به عکس بالا نگاه کنید میبینید که از 23 آگوست تا 2 سپتامبر رسما یک میلیون و دیویست هزار نفر حذف شدند که راست میگه اینو جمع تفریقشون میشه یک, میلیون دویست و هزار نفر عزیزان و صد هزار نفر بیننده هم اضافه نشده است این همون دموکراسی حقیقی است که قرار است رضا پهلوی و مجاهدین خلق دقیقا مثل جمهوری اسلامی برای شما بر مقام بیاورند ببینید من نفهمیدم اینکه بازده های رو حذف کردن چه ربطی به رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق داره من این رو متوجه نشدم پنج سال پیش یوتیوب ما ده میلیون نفر بازدید کننده داشته الان 8 میلیون شده ببینید دوستان جالبیش اینا گفته 8 میلیون 8 میلیون خب 8 میلیون که درست هم داره میگه 8 میلیون نزدیک به 9 میلیون میشه دیگه خب اینجا رو نگاه کنید من دادم به این برنامه سایتی بسیار معروف است سوسیال بلید برای تحلیل کانال های یوتیوب من سرچ کردم کانال محمد حسینی اوورده و تحلیلاش اینجا گذاشته درآمدش مثلا چقدر میتونه باشه و داستان از این قرار بذاری توضیح دوستان بدم ایشون 500 نفر سابسکرایب گرفته توی سی روز گذشته یعنی 61 درصد کاهش داشته یعنی منفی خورده اینجا 137 هزار نفر هم بازدید کننده داشته که این سایت داره میگه که 105 درصد هم کاهش داشته نسبت به گذشته داره میگه و میگه که درآمد سالیانه ایشون سیو... 374 یورو تا 6000 یورو میتونه باشه و در ماه هم 31 یورو تا 499 یورو میتونه درآمد داشته باشه دوستان فونت این رو نگاه کنید نوشته لایف این توی خاطرتون باشه عکسی که ایشون نشون داده دقیقا همین سایتی که من آوردم و در این تاریخ 2 دو 2021 این تعداد بازدید کنند رو داشتن 8 میلیون و 991 هزار نفر ما بگیم 9 میلیون نفر و میایم در اینجا نگاه می‌کنیم با کمال تعجب در 21 ده یعنی این ماه اکتبر شده 7 میلیون و 806 هزار نفر این داستان عزیزان یعنی یوتیوب حذف کرده از اینها حالا داستانش از چه قراره یوتیوب در فیک انگیجمنت خودش دقیقا اینها رو توضیح میده که میگه ممنوعه جای نوشته اینکه شما به صورت مصنوعی متر و معیار رو افزایش بدید مثل ویو لایکس و and subscribes خب به صورت مصنوعی آرتفیشیالی خب یعنی مصنوعی اینه داستان و اینا تخطی کردن از قوانین یوتیوب یا به اصطلاح گوگل تخطی کردن از این رو میاد حذف میکنه در باب وی پی هم این داستان رو ما داریم الان کانال های فارسی زبانی مشکل رو دارم مثل کانال خود من مثلا ممکنه در روز من 8 تا 9 تا سابسکرایب بگیرم بعد نگاه میکنم که چهار تا حذف میشه سه تا حذف میشه این دلیل حذفیش کاملا مشخصه به خاطر دوستان از ایران با وی پی میان و از این رو یوتیوب میاد چک میکنه آی پی آی فیک رو حذف میکنه از به قول سابسکرایب های من واسه کانال های حالا خیلی بزرگتر که 150 هزار نفر مثلا حالا سابسکرایب دارن 200 هزار نفر سابسکرایب دارن در روز شاید مثلا 50 100 نفر از دست بدن بعید نیست همچین داستانی یک مشکلیه برای ما ایرانیان ولی چیزی که هست اینجاست که اینها رفتن خریداری کردن یک پولی دادن سایت های بسیار زیادی هست شما میتونید پول بدید و بخرید منم خودم نمیدونستم این دوست گرامی من گفت این داستان رو البته این رو عرض کنم عزیزان به خاطر قوانین یوتیوب که اینجا حالا هست من نمیتونم نمایش بدم سایت ها رو چون میگن اون وقت دارید تبلیغ فیک ویو و فیک لایک like داری میکنی و حتی این طرفداران آقای حسینی میتونن این کلیپ من رو ریپورت کنن به یوتیوب و کانال من رو میبند یا دست کم یه اختار از یوتیوب می‌گیرم و از این رو اصلا ارزشش نداره بخوام نشون دوستان بدم حالا خودتون میتونید در یوتیوب جستجو کنید و ببینید سایت بسیار زیاده که میتونید پول بدید و این مسائل رو فراهم کنید که ولی توی قوانی یوتیوب همه اینها ممنوعه من بارها بارها دارم این رو عرض میکنم این نیست که به راحتی همچین کاری صورت بگیره و یوتیوب نفهمه و خیلی وقتا فقط همون جنبه پروپاگاندا داره یعنی جنبه دیگری نداره میدونید بس اینجاست فقط جنبه پروپاگاندا داره برای امثال کسانی مثل حسینی که بخوان افراد رو سمت خودشون بیارن و بگن که بله ما خیلی انسانهای آگاهی هستیم ما میدونیم ببین چقدر طرفدار داریم اپوزیسیون میلیونی ریستارت اینو بارها بارها میگن مثل یه وسواس شده واسهشون دیگه فقط همین رو تکرار میکنن تو میگیم ریستارت نه اپوزیسیون ما میلیونی شما نمیدونی شما خبر ندارید منظورشون چی همین بازیهای فیکه که یوتیوب حالا داره ماهیانه یک میلیون از اینا کسر میکنه از این روه که میبینید این آقا ادعای خدایی میکنه ما بازدید داریم ما ده میلیون بازدید داریم که مثل اینکه داشتن در گذشته که فیک بوده بخشیش رفته پول داده خریده یک نگاهی هم به کانال ایشون داشته باشیم ببینیم که حالا لیدر ریستارت این لیدر بزرگ این قرار جای کوروش بشینه چیکار داره میکنه چرا کار خاصی نمیکنه من گاهی اوقات به سایت ایشون سر میزنم جز چرندیات شما چیزی نمیبینید همش حرف مفته اینم از صفحه اصلی ایشون خب التماس رضا پهلوی از مریم رجوی دروغ خب چه چرندیات می که اصلا هیچ پای ای نداره فیسبوک اعلام کرد که رضا پهلوی تنها مرد طلای ایران است من نمیخوام اسم این الفاظ رو بیارم مثلا این گفتگوی سیاسی ایشونه خیلی میفهمه خیلی انسان آگاهی است واقعا خجالت داره که اصلا اسم این فرد بذاریم ما فرد سیاسی واقعا خجالت داره چرندیات یک فردی اووردن خودش هم نمیدونه به خودش چند چنده خب ارتباط با افشای اسناد محرمانه رژیم ایران در سطح جهانی در مورد زندان اوین چرت و چرندیاتی سر کردن واقعا آدم خندش میگیره اینترنت و نو فیلسوف کیست چرندیاتی در این کلیپ میگه دوباره اینجا رزا پهلوی مریم رجوی اصلا مشخصه ببینید دوستان کسی که فرد سیاسی باشه که این کارها رو نمیکنه میاد نقد میکنه مثلا به سپاه پاسداران میاد نقد میکنه به سردمداران اون رژیم شما عکس رئیسی اینجا نمیبینید کو عکس رئیسی کو کو کجا به سپایرات گرفته کجا تا تونسته علیه شاهزاده رضا پهلوی این آقا نفرت پراکنی کرد تا تونسته یعنی تو جایی که زورش رسیده خب این جایی هم که یونی جلوی خودش رو میگیره بخاطر اینکه آمریکاست میترسه حالا کار به شکایت کشیده بشه از این رو یه آروم کار میکنه البته بی خبرم از این داستان فیسبوک ایشون که همچنان مهم هم نیست بگذریم از این فقط خواستم نشونتون بدم ببینید که قضیه از چه قراره اندیشه فیک بازدها فیک خودش فیک همه چیز دروغ تنها کاری که بلده بکنه این فرد فقط شیادی است عزیزان فقط شیادی و دروغ است از این هم بگذریم عزیزان بپردازیم به ویدیو ایشون اونجا این صحبت های میکنه حالا نشونتون میدم ما, ما یوتیوب اونو داریم رو هدف, هدف اینه این 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 که من چند من تا برنامه جدید دارم برما که بسیار خطرناک افشاگر و برنامه خاص, خاص سیاسی, سیاسی دیگرش یک نگرش جدیدی یعنی سیاست, سیاست کشور رو میخوام دوباره ریستارت کنم براتون که بفهمید که رژیم قبل و رژیم الان رژیم اون رژیم منظورش دوستان این حرف مفت ها میدونید میگه من میخوام ریستارت کنم یعنی میخوام حرف مفت بزنم حالا من که از, اقتصاد چیزی نمیدونم از سیاست چیزی نمیدونم الفبای با علم سیاست رو نمیدونم یعنی از ایشون شما سوال کنید که مشروعیت در سیاست یعنی چی اقتدار یعنی چی قدرت سیاسی از کجا میاد بیا توضیح بده اون روابط قدرت چگونه است این تقسیم سه قوا یعنی چی وجود قانون اساسی اصلا توجیه چیه در یک کشور و هزاران مبحث دیگر که به ذهن اینها خطور نمیکنه مباحث اقتصادی که جای خود دارد میدونید میگه من میخوام ری کنم میخوام یه یعنی حرف مفت بزنم تا الان زدم یه پولی در آوردم یه بازدیدی داشتم یه عده دنبال من راه دادن از این به بعدم بزنم خب هستن یه دیگه این این آدم اون آدم کیه و تفسیرهای بسیار خاصی بکنم و میخوام اینا رو در یوتیوب بذارم اما این بار برای اینکه دهان دوستان عزیز مخالف رو ببندم هر برنامه لایوی که من قرار در یوتیوب بذارم 5 6 دقیقه 7 دقیقه آخرش ساکت میشینم ممبرشیپی رو باز کردم در یوتیوب ها دقت کنید دوستان ممبرشیپ داستان داره این بحث داره میخوام در این رابطه صحبت کنم که هر خبرنگاری هر اپوزیسیون مخالفی هر مخالفی میتونه بیاد ممبرشیپ شه توی یوتیوب من و سوالش رو بپرس پس اگه من راجب یه برنامه حرف زدم و پنج دقیقه ده دقیقه وایسادم تا کسی بیاد سوال کنه و سوال نبود بدونید که سوالی وجود نداره آها اوکی من بیارم این رو نشون بدم که این منظورش از ممبرشیپ چیه دوستان این جوین خواب یعنی ما به کانال ایشون ملحق میشیم ملحق میشیم به کانال ایشون بعد اینجا این داستان ممبرشیپ اینجاست ممبرشیپ و میگه ماهیان 15 دلار شما بدید بیاین اینجا ممبرشیپ بشید برای مباحث کوانتوم اینجا عضو بشید 14 15 دلار ماهیانه و بعدی این فعال شده نه فعاله میگه که اینجا اسپین نمیدونم اسپین منظور چیه خب پنجاه دلار ماهیانه میدید عضو میشید و داستان اینه حالا شما فکر کنید به طور مثال میگم من میشناسم این فرد رو دیگه اگر من بیام این رو بخرم این استیکر ها رو میتونم داشته باشم این اموجی ها این استیکر ها رو میتونم داشته باشم خب بعد حالا سال ازشون بپرسم که آقا شما از کجا فهمیدی که خورشید مثلا توی جهانهای موازی دیگر از یخ درست شده اینو یعنی کجا ب... کجا فهمیدی این یعنی کی گفته شما رفتی دیدی خودت فیزیکدانها گفتن خواب دیدی از طریق شهود به این دست پیدا کردی این داستان چیه بعد میگه نه شما اومدی اکانت 15 یورویی خریدی و ماهیانه داری 15 دلار یا 15 یورو داری میدی ولی نه بعد شما بری اون 50 تایی رو بگیری اینه این روش درآمد به این صورت شده جدیدن عزیزان البته کانال منم داره ولی من اصلا فعالش نکردم نمیدونم حالا هست نیست ولی ارزش نداره که آدم بخواد چی اطلاعاتی هست به مردم میخوایم بدیم دیگه حالا بعد پول از ملت بگیریم که بله شما بیاید اینجا برات این خورد انصاف هم نداشته مثلا بکنه 10 یورو 15 یورو بعد بدین حالا شاید بیشتر هم بشه یه خورد حالا بازارش داغ بشه این دوستانی که در خارج کشور هستن حالا دوستان ری استارتی برن چه اس بشن یه ماهیانه 15 دلار بدن 15 یورو بدن تا بعد بیشترش هم میکنه اون میشه 20 میگه تورم هم روش اومده این داستانش و از این بابت هم بود اصلا رفت این خر... میره میخره این لایک میخره سابسکرایب میخره ویو میخره بخاطر همین داستان هست من باید درآمدش دیگه البته من کاری ندارم فرد آزاده که فعالیت کنه بعد اینجا که میاد شیادانه میگه من ممبرشیپ درست کردم و نمیگه داستان از چه قراره این فریب کارش اینجاست میدونید و طرفداراش هم که نمیدونن خیلی ها در ایرانن خبر ندارن که داستان از چه قراره این منظورش از ممبرشیپ چیه شما از ایشون میخواین سوال کنید بعد یه پولی بهش بدید آقا پول بهت میدیم جواب سوالات ما رو بده روش شیادی های کلامی دیگه گذشته دورانش دوستان دیگه درآمدی واسش نداره افتاده به دنبال شیادی های حالا دیگه ماهیانه حالا صوفی رو میگیرم میزنم به تنگ به قولی فلسفه فلسفه رو میگیرم میزنم به تنگ فیزیک کوانتوم حالا چیزی که هر فیزیکدانی هم نمیدونه کوانتوم فیزیک واسه از انرژی میگم دنیا رو میخوام تغییر بدم ایران میخوام تغییر بدم گوش کنیم بقیه شو. سوال نبود بدونید که سوالی وجود نداره همه با همن برد میگن من به برنامه پونزه ریسارد اون روز من گفتم همه این ادیان هر دینی سران این ادیان فقط یه راه دارن خفشن زیپ رو ببندن تا ریسارد پخشه چرا چون تکون بخون بخورن شرف دینش میدم رو ببابا. تکون بخورن اسراری از اون دین فاش میکنیم که دیگه خود اون دیندارا و خود آخونده بیا اسرار رو فاش کن ببینیم چه چیزی میخوای فاش کنی سید جان چه چیزی میخوای فاش کنی خب ببینیم تو بیشتر فاش کردی یا من یا امثال من فاش کردی باور کنید تاریخ اسلام رو هم ایشون نمیدونه میگم کاش که بیان یعنی این که جرأت نمیکنن خودش هم که اصلا جربوزه این همچین کاری رو نداره که بیان مناظره گفتگو بحث مصاحبه شهامت ندارن میترسن عزیزان خب چه چیزی مثلا تو از اسلام میدونی ما نمیدونیم جز بخواد چرت و پرت بگی در اسلام این چنین بوده آنچنان بوده خب ما هم میدونیم اسراری من از این ادیان میخوام بگم چه بابا رفته توی قبرز نمیدونم شومنی میکرده واسه کلیسا اونجا آهنگ میزد آهنگ میخونده من نفهمیدم خودش چیزایی میگه در گذشته یه چند بار حال کتاب مقدس خونده چیزی هم که نفهمیده این میگه من اسراری از این دین ها میدونم آقا چه اسراری میدونی بیا بگو دیگه بگو دیگه اگه اسرار میدونی نه که چیزی نه هیچی تو دستش نیست عزیزان شما کی دیدین کتاب باز کنه اون لپتاپی هم که جلوش گذاشته چرت و پرته اگر میبینید جلوی من لپتاپ هست من دارم با برنامه ضبط میکنم باید لپتاپ باشه ببینم چقدر ضبط کردم و اسناد رو نشون بدم سایت رو نشون بدم کلیپ نشون بدم و این برنامه این قابلیت رو من میده این لپتاپی که اصلا جلوش من فکر میکنم اصلا روشن باشه این لپتاپ فقط واسه نما گذاشته جلوش چرت و پرت اراجیف سر هم میکنه همینطوری میره جلو بوز گاندی و خود گاندی و دموکراسی و مرد ناحسابی یک بار جرئت نکرد بیاد توضیح بده آقا یک ساعت که آریستوکراسی چیه گذشتگان در با آریستوکراسی چی گفتن ما چی گفتیم طرفدارانشون میپرسیم میگیم آقا آریستوکراسی چیه نه شما نمیدونی آریستوکراسی چیه یعنی حکومت کروش. تو آقا حکومت کروش حتی به آریستوکراسی داره بیا اینو توضیح بده این نسبت ها رو باید مشخص کرد ولی متاسفانه متاسفانه افراد متوهم و افرادی که چهار اختلالات شخصیت شدن اینها نسبت ها رو نمیفهمن نمیتونن بیان به صورت توضیحی در با مسائل صحبت کنن که مثلا توضیح بدن آقا لفظ آریستوکراسی یعنی چی این خواستگاهش کجا بوده کیا در این رابطه صحبت کردن چه نقدهایی به شده و به قولی چه دفاعی از این آریستوکراسی شده یه چرت و پرت یه لفظی رو میگیرن همیشه به کار میبرن به راستی دوستان شما به استارت ده شماره 80 رو نگاه کنید بعد بیان شماره 190 رو نگاه کنید این 190 میبینید که همون اراجیف رو داره دوباره تکرار میکنه حتی ادبیات هم تغییر نمیده کوانتوم و بوز گاندی و ده نمیدونم تو شعر میخونه تفسیر به رأی میکنه ده نمیدونم ده خودش رو میبره بالا یه بار یه بار خودش رو میاره پایین میزنه تو سر این اپوزیسیون شما خرین گاوید نمیفهمید و هم شد مثلا مباحث سیاسی که مطرح میکنه به راستی که من نمیدونم چی بگم در برابر این حجم از عراجیف این حجم از حرفهای بیمستاق بیمعنا خب این حجم از حرفها و گفته هایی که مبتنی بر توهمات افراده مبتنی بر هزیانه البته میدونم ایشون خب یک شخصیت نمایشی داره داره نمایش بازی میکنه ببینید های دین چه زرتشتی چه بودایی چه هندو سر بلد بکنید دوستا این نمایشی این شو داره بازی میکنه این شخصیت بخونید نمایشیست دیگه بخونید یه پرفورمنسه افراد این چنین این خود واقعیش که نیست داره چشمک میزنه اینطور میکنه اونطور میکنه سرشو میچرخونه این داره نمایش بازی میکنه یه ده فردم هستن ناگاهن خب اینا روهم شما مثلا به این افراد من بهشون گفتم آقا شما چند کتاب مطالعه کردی توی زندگیت از زمانی که خوندن نوشتن یاد گرفتی تا به امروز چند تا کتاب خارج از کتاب درسی مطالعه کردی در باب تاریخ در باب رمان ها در باب سیاست در باب اقتصاد در باب علم هرچی هرچی خوندی بگو من ببینم تو چی خوندی اینا تو زندگی خودشون کتاب باز نکردن نهایتا این بوده شب امتحان حالا یه جزوه یه کتابی رو باز کنم بخونم برن امتحانشو رو بدن اینه داستانشون از این راحت فریب میخورن چی خودشون نمیگن قدار فیلم باز نمیکنه محمد حسینی واقعی رو دوستان شما روبروی شهرام همایون میبینید شما در برنامه پارازیت میبینید اون محمد حسینی واقعیه این که داره چرت و پرت میگه این که پایین این, این بز, بز حرکت, حرکت کنه محمد حسینی واقعی, واقعی نیست که خودی ما تا ما گفتیم سیاسی بود به زور بود بدبختم تو سیاست خودش وارد کلمه میگه بده بود میخواد آزاد بشه میخواد چی هدف بود از اینم بگذریم دوستان سرتون میش از این درد نیارم من همیشه آدم همیشه گفته همیشه آدم مهم و با ارزشی هم نیست ولی من حالا بنا به گفته دوستان یعنی اصرار میکنن که درست کن در رابطه صحبت کن ما دوست داریم بیشتر بدونیم و اینها بیشتر به خاطر اون دوستانه وگرنه من اصلا علاقه ای ندارم که بخوام پای حرف های بی سر و ته و عراجیف این فرد بشینم بدرود به, به همگی تان نوبت دیگر